بس بكسراء نجا هي العزمة أمانة والتجبر كبر مو خودنمایی به معنا بزرگمنشی به معنا و امی رقم بعض علما که قیل هی رفع امو بلند پروازی است که انسان در درون خود است میبینه و بعض علما میگه اعتراف به کمال ذاتی است. ات فکر بکنید که همه چیز ما است و اعتراف به خود که به کمال ذاتی میکنی و بگوی که ما هستم و ما همه چون کار هستم در حقیقت دیگر رو آوردیم به طرف کبر. بعد اصطلاح میگه که کبر میگه جهل الانسان به نفسه و انزالها فوق منزلتها. کبر میگه امی است که انسان به خود جاهل بوده باشه و جایگاه خود را از جایی که است از او به بالاتر تعیین و از طرف دیگری ول استهانت و به ناس و مردم هم چی بکنه؟ توهین کنه و تحقیر کنه. این تعریف گرفته شده است از حدیث از رسول ما صلی الله علیه و سلم که مرد آمد و گفت که یا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون نعله حسن و ملبسه حسن. یکی ما دوست داریم که خوب لباس بپوشیم، خوب بوت داشته باشیم. آیا امی کبر است؟ پیغمبر خدا گفت نه، کبر نیست. ان الله جمیل یحب الجمال. الله مقبول است، مقبولی را دوست دارد. الله ما شما برای ما شما این دنیا را آفریده تا از پیش لذت ببرید. پس خی کبر چیست؟ به حق تسلیم نشوی؟ یاد و مردم هم تحقیر بکن. اینی کبر است. بطر الحق و همت نتسلیم شدن به حق و تحقیر کردن. آلی ای کبر شد، ای کبر شد. قرآن کریم برای ما و شما در رابطه به این پیام میدهد و ارشاد میدارد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سأصرف عن آیاتی، زود است که بگردانم، برگردانم انسان را از فهم آیاتم. آنانی که کبر میکنند فهم آیات را نصیبش نمیکنند. کی فی الارض در زمین به غیر حق، بدون از این دستاویز، بدون از اینکه حقش بوده باشد. کبر حق از انسان نیست، ولی این خود در اوجا قرار میده. نتیجه چی میشه؟ سأصرف، زود است که برش گردانم. عن آیاتی، از فهم آیاتم. و فهم آیات چی؟ یعنی اسماء و صفات دیگه به من نمیشه. دیگه این انسان کور می شود از اینکه رب خود را به اسماء و صفات خودش بشناسد. همین رقم الله می فرما کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. پروردگار عظیم سر هر قلبی که کبر می کند و بلند پروازی می کند سرش چی می گذارد؟ مهر سرش می گذارد. بس دیگه در او حق نفوذ نمی کند، به او حق نمی رود، او گرایش به حق پیدا نمی. این نتیجه شد. از این خاطر قرآن میگه که کذالک امین تو برش میگردان، برش میگردان، دیگه به او حق را نشان نمیدین. کی است؟ کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. هر قلبی که متکبر بوده باشه و بلند منش بوده باشه. سوم آیات داریم در این باب. الله میگه انه لا یحب المستکبرین. الله انسانان متکبر را دوست ندارد. انسانان بلند منش را الله دوست ندارد. که دوستش ندارد بعد باز اسماء و صفات شو باش میده که این را بفهم حضور خلاص شد. روی این اساس وقتی که انسان این نقاط را درک میکنه بعد میبینیم که چرا ما متکبر میشیم. در حالی که رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد میفرماید که الله میفرماید الکبریاء و رضا. کبر و عظمت و بلندمنشی دیگه چادر ما است. هر کس که دی منازعه بکنه داخل آتشش میکنه. و انسان کبر نمیزید و انسان تواضع و انکسار و عاجزی میزید. هر قدر که ما به طرف عاجزی میریم بالا میشیم، هر قدر که به طرف کبر بریم سقوط میکنیم.
چرا ما با وصف که همی صفت رو کلگی من های صفت بد میبینم؟ یعنی من ارگاه در حق دیگه برادرم که همچه صفت در وجودش پیدا شد از او کرکم میاد، خوشم ندارم. پس وقتی که به دیگر را بدش میدانیم، برای خود چرا اول خود میدانیم؟ حالی سرچپه میشهد که به دیگر را که بدش میبینه خیلی چرا خودم میکنم؟ اسباب و عوامل از این صفت قبیح چی است که ما را از فهم آیات دور کرد؟ از فهم اسما و صفات ما را دور کرد؟ ورود به آتش نصیب ما میکند؟ یکیش میگه عجب به خود بینی است. عجب به خود بینی همیشه به طرف خود متوجه بوده باشه، ناقی خود برد کلان فکر بکنه. به طور مثال تو فکر بکنین که اگر به مالت میزیدی از تو کلا قارون زیاد مال داشت، ولی مالش او را نجات نداد. مال چی هست که تو سر روزه حساب میکنی و میگوی که هلا من اگر بگفتی که مثلا حسب و نسبم افتخار میکنم او عجب برد بدهد؟ بس تو میگوی که پسر حضرت نوح علیه السلام کجا رفت؟ او در کجا رفت؟ چطور بد بخشد؟ تو نمیبینی که کاکای پیغمبر چه شد؟ ابو لهب؟ یعنی هم در اینجا خو نسب کار نداد. تو نمیفهمی که رسول ما صلی الله علیه و سلم کاکایش خدا خواند، بلد گفت که کاکا جانم این لم تعمل عملا ففهم انی لا اغنی من الله عنک شیئا. خوب بفهم اگر عمل نکردی این برادرزاده در روز قیامت از تو چیزی را کم کرده نمیده.